سلام و درود به دوستان کانال یوتیوب دلتا میدیا. ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. لطفا کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب و لایک کنید. امروز میخواییم با شما راجع به پیشبینی مرگ با قدرت بویایی صحبت بکنیم. یکی از مشکلات شایعی که در دوران سالمندی اتفاق میفته کاهش قدرت بویایی هستش که منجر به تغییر در حس چشایی افراد میشه و همین عاملی برای بی اشتهایی سالمندان هستش. قدرت بویایی یکی از مهمترین الطاف خداوند هست که کاهش اون در سالمندی خبر از رسیدن روزهای پایانی عمر رو میده. کاهش قدرت بویایی در اکثر مواقع باعث از بین رفتن حساسیت به مزه میشه. گاهی اوقات این مشکل موقت و در برخی مواقع دائمی هست. از دست دادن حس بویایی به ندرت به طور کامل اتفاق میفته، اما حتی از دست دادن بخشی از قدرت بویایی میتونه برای فرد نگرانی به همراه داشته باشه. این شرایط با وجودی که زندگی فرد رو تهدید نمیکنه میتونه تاثیر منفی بر کیفیت زندگی فرد داشته باشه، اما نتایج یک تحقیق نشون میده که کاهش قدرت بویایی در سالمندان زنگ خطری هستش که احتمال نزدیک بودن مرگ رو کاهش میده. اما میپردازیم به رابطه کاهش قدرت بویایی با نزدیک شدن مرگ. کاهش قدرت بویایی در سالمندان بیش از هر عامل دیگری از احتمال مرگ اونها در 5 سال آینده خبر میده. متخصصان دانشگاه شیکاگو در تحقیقی که روی 3000 فرد 57 تا 85 ساله انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کاهش قدرت بویایی از احتمال مرگ افراد در 5 سال آینده خبر میده. در این پژوهش محققان 5 بوی نعنا، ماهی، پرتقال، گل سرخ و چرم را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند تا قدرت بویایی افراد را بسنجند. 5 سال بعد 39% کسانی که در این تست بویایی سنجی پایین ترین نمره را گرفته بودند زنده نبودند. از این بین تنها 10% کسانی که بویایی سالمی داشتند زنده نبودند. پژوهشگران معتقدند ضعف بویایی از دست دادن اشتها، استعمال دخانیات، ابتلا به سرطان، ضعف عمومی و مشکلات قلبی نزدیک شدن زمان مرگ رو آشکار میکنه. دوستان عزیز، ممنون که با یه ویدیو دیگه همراه ما بودید. لطفاً سابسکرایب و لایک رو کانال ما رو فراموش نکنید.